آخرین آمادگی برای ظهور اینه که مدیران جامعه اصلاح بشن، چون حکومت امام زمان علیه السلام و فرج او و ظهور او چیزی از جنس مدیریت جامعه است. حضرت که نمیان برای دعا و ثنا، شما خودتون اینو میدونید. شما فکر میکنید مردم نالایق باشن، حضرت از آسمون فرشته یا 313 نفر میاره میگه مردم شما اصلا لازم نیست بفهمید مدیریت یعنی چی، اصلا لازم نیست بفهمید فرق مدیر خوب و بد یعنی چی، من خودم برای شما مدیر میگذارم. و آقا اگه اینجوری هست ببخشید، خب زودتر تشریف می آوردم. همینجوری یه مدتی شما بدبخت باشید، حالا از امروز تصمیم گرفتیم خوشبخت باشید. آخ چرا بعضی کارتونی و افسانه ای فکر میکنن؟ چون حکومت امام زمان علیه السلام و فرج او و ظهور او چیزی از جنس مدیریت جامعه است. مقوله مهدویت در بین همه مفاهیم دینی مهمترین ویژگیش این است که یک امر واقعی و یک امر به شدت سیاسی است. ظهور آقا امام زمان ارواح الله الفدا یه امر قدسی مبهم معنوی نامعلوم نیست. خیلی ها درباره ظهور و آقا امام زمان ارواح الله الفدا به گناهان مردم، به ثوابهای مردم، به ذکر و دعا میپردازن. اینها هم به جای خودش خوبه، خوبه، ولی اینها همه درجه اهمیتشون در مقابل بعد سیاسی مقدمات فرج تقریبا هیچه. شما اعتقاد به حضرت هم داشته باشید، محبت به حضرت هم داشته باشید، گناه شخصی هم ترک بکنید به خاطر تعجیل در فرج، اما مقدمات سیاسی فرج در جامعه ما و در جامعه بشری ایجاد نشه، ظهور محقق نخواهد شد. مقدمات ظهور رو شنیدیم، اما مقدمات سیاسی ظهور رو کمتر شنیدیم و کمتر بهش پرداخته شده. احسن، بذارید این کلمات رهبری رو در مورد سوال شما بخونم. بفرمایید. اگر انقلاب اسلامی انجام نمی گرفت، امکان و احتمال ظهور امام زمان خیلی کمتر بود. چه جمله عجیبیه. تشکیل جامعه اسلامی، تشکیل حکومتی بر مبنای قرآن، بشریت را به حکومت امام زمان یک قدم نزدیکتر کرد. زمینه برای آمدن امام زمان آماده شد و هرچه جمهوری اسلامی به طرف عدالت جلوتر برود، به طرف اسلام پیش روی بکند، احکام اسلام را در شؤون اجتماعی خودش گسترش بدهد، ظهور ولی از عجل الله تعالی فرجه و شریف نزدیکتر خواهد شد.